me irás sorto no. Yer con quien hasa vai sor yer tu ni uko. Vor ka prek a ver si rogur ko. Im sira harba to kin vaka. Yer jangutsyana chapshaka Aynin tiera zelem katarvetsin kyangu Komasin hensir ta seyerku نزدم ولی نونشو نمیخورم دیگه ولی چی کنم خور میدی؟ آره اون بخور که دستش خوره نخوری یا بچه هم این سمیه داریم هم میخورم من اینو الکل زدم اینو خودشو یارم به دست کنم خیلی خوب شده یه زنی باید شده
داخل فضای کلیسا هستیم، فضا کاملا عرفانی، همونطور که گفتم با روشن کردن شمع مردم نظرشون رو ادا میکنن. من خودم تو هر کلیسایی که وارد میشم برام فرق نمیکنه کلیساست، چون حضور خدا رو حس میکنم، حالا داخل کلیسا باشه یا مسجد. احترام برای مناطق مذهبی واجبه، مخصوصا در حضور افرادی که به اون مذهب اعتقاد دارن. معماری های مکان های مذهبی، مساجد، امامزاده ها و کلیسا ها معماری های خاصه، یعنی کلیسا ها سبک معماریشون همیشه یک جوره، بجز موارد محدود و معدود. مثلا کلیسای وانگ اصفهان بخشیش فضای مذهبی و فضای معماری که ساخته شده الهام گرفته از معماری اسلامیه، و کلیساهای دیگه نه، سبک خاص خودشونو دارن و این سبک همیشه استاندارد بوده. تأثیر کلیسا بر مکانهای مذهبی ما مثل تأثیر کلیسایی که بر مسجد میدان هفت تیر، حالا حضور ذهن ندارم اسم مسجد چیه، دقیقاً یک فضای معماری کلیساست ولی مسجده. مسجد راهن تهران که سمت خونه های سازمانیشه، اونم دقیقاً معماری کلیساست ولی مسجده. این تأثیراتی که به صلاح دین های مختلف روی معماری گذاشته و گاهن یه به صلاح انتزاعی در مساجد ایجاد کرده یا در کلیساها، و خب خودش زیبایی خاص خودش داره و یه مقدار آدم روش بیشتر فکر میکنه. در مکانهای مثل معماری اینجا که صدا میپیچه، انعکاس صدا، اکوی صدا داریم، در معماری های ایران مخصوصا اصفهان، مسجد امام اصفهان، این اکو وجود داره. من الان یه چک میکنم، یک دو، این صدا تو این فضا دقیقا مثل همون مسجد ماست. علت اکوی صدا هم خب صاف بودن دیوار هاست و خالی بودن اون فضاست. هیچ فضا خالیه و چون فضا بزرگه، صدای من تو از یه مکان بره به مکان دیگه برگرده، یه زمان تفاوت زمان بینش هست که این اکو به وجود میاد و این صدا بازی میکنه تو این فضا و چیز خاص دیگه ای نیست. ولی برای یه مکان مذهبی چرا؟ خوشاینده، برای همه خوشاینده، برای کسایی که حضور دارن، زمانی که مراسم به صلاح نیایش های مختلف هست و زمانی که حالا معمولا کلیساها از سازه‌های بادی استفاده می‌کنند، در مساجد از قرائت قرآن، اذان و سازهای نقاره زنیه که اون تو نقاره زنی فضای بیرونیه، اون ربطی به اصطلاح اکوی داخل فضا نداره، ولی خب باقی مثلا تلاوت قرآن خب خیلی زیبا می‌کنه، نیایش‌های مختلف خیلی زیبا میشن لحاظ صوتی و مسائل دیگه. ولی خب به هر حال ما راجع به ژانر مذهبی، راجع به معماری مذهبی، راجع به آداب و رسوم که حتما مهمه، یک عکاس باید اطلاعات داشته باشه که چه آداب و چه مراسمی هست. حتی نظر من اینه که باید بدونن هر دینی چه نوع غذایی میخورم، چی براشون مثلا برای ما مشروب ممنوعه، درست نمیدونیم خوردنشو در دینمون، ولی در دینهای دیگه مثل مسیحیت نه، آزاده. و به نوعی حتی میگن که شراب و اینا مقدسه. این کل مسئله بود راجع به ژانر مذهبی و آینه. انشاءالله تو مرستو جلسه بعدی راجع به ژانرهای دیگه صحبت میکنیم. در مکانهای مذهبی، حالا فرق نمیکنه این مکان مذهبی در رابطه با اسلام، مسیحیت یا هر دین دیگه باشه،
مردم یه نظر و نیازهایی دارن که بعضن یه نظر و نیاز مشترکشون روشن کردن شمع. با روشن کردن شمع نظرشون رو میخوان ادا کنن و این بازم یکی از مراسم یا کارهاییه که تو تمام دینها هست. در ادامه صحبت‌های قبلی که در فضای کلیسا انجام شد در رابطه با عکاسی ژانر مذهبی و ادیان الهی، ببینید ما مثلا می‌خوایم در رابطه با دین مسیح و مسیحیت و فضاهایی که مربوط به مسیحی‌ها هست و کلیساها عکاسی کنیم، باید ابتدا تحقیقات و اطلاعات کافی داشته باشیم از نوع مراسم، زمان مراسم و اجرا کننده مراسم چه کسایی هستن. مثلا در رابطه با عکاسی از مراسم، ما الان دوران کروناست و این ماسک صورت من بود به خاطر این فضای کرونایی. ببینید مثلا غسل تعمید، باید ببینید غسل تعمید چیست، برای چی به انجام میشه، چه کسایی میان، چه کار میکنن و تو این مراسم چه مراحلی رو باید بگذرونه. تمام دینا همینه. پس یه عکاس باید ابتدا راجع به اون دین اطلاعات کافی داشته باشه، داخل مردم اون سرزمین، در داخل مردمی که دارای اون دین هستن زندگی کرده باشه، فرهنگ اونا رو کاملا بدونه، حتی غذا چی میخورن، چه جوری میخورن، وارد فضای مذهبی میشن، چه مراسمی رو باید اجرا کنن. مثلا ما وارد یه فضای مذهبی خودمون، وارد یه امامزاده، یه بقای متبرکه که میشیم، در ابتدا حالت اولا باید وضو داشته باشیم و تعظیم کنیم. حتی خیلی هستن در و دیوار اون مکان رو مورد بوسه قرار میدن، اون نشون میده که چقدر علاقه من به اونجا هستن و وقتی وارد اونجا میشن حتی باید اگه میتونن لباس، بهترین لباسشون رو پوشیده باشن، حمام گرفته باشن و بقیه مسئله. اینجا هم همینطوره، وقتی یه شخصی وارد کلیسا میشه و داخل موقع ورود به کلیسا حتی با تعظیم وارد میشه، در رو بوسه میزنه، دیوار رو بوسه میزنه، مکانهایی هست برای همین کار و حتی وارد اونجا که میشه با نظر و نیازی که داره شمع نظر میکنه. من الان صدای زمینه ای که میاد، صدای زمینه داخل فضای سبز کلیسای بین گوریس و یروان، من سال هاست اینجا عکاسی میکنم، شاید امسال هفتمین سالی که میام اینجا عکاسی میکنم و این عکاسی که اینجا انجام میدم مربوط به یه مجموعه عکس، این مجموعه عکس من توی این مجموعه عکسم
به اصطلاح از مکانهای مذهبی عکاسی میکنم، از طبیعت ارمنستان عکاسی میکنم، از روابط مردم با هم دیگه به قول معروف عکاسی خیابونی میکنم. الان همین خانومی که از پشت سر من رد میشه سال هاست منو اینجا میبینه، از من پذیرایی میکنه، میدونه من عکاس هستم. گاهی اوقات با دوستان اینجا هستم، گاهی اوقات به صورت انفرادی میام. به هر حال راجع به ژانر مذهبی داشتن اطلاعات خیلی مهمه برای عکاسی. شما اگه بدون اطلاعات بخوای عکاسی کنی، یه عکس توریستی میشه، یه عکس معمولی میشه، یه عکسی که همه میندازن. ولی وقتی راجبش اطلاعات کافی داشته باشی، بتونی اون فضای معنوی اون کلیسا یا اون محل رو روی عکست ثبت کنی، اون عکس عکس تکی میشه، عکسی که امضای شما زیرشه، عکسی که هر کی نگاه کنه به اون عکس مدتی روی عکس متمرکز میشه. دیدن یه عکس و گذرا بودن اون عکس جالب نیست. باید اگه 10 تا عکسه و یه نفر به اون 10 تا عکس داره نگاه میکنه و روی یه عکسی مکس کرد، نشون میده اون عکس تأثیر خودش رو گذاشته و باید عکس حتما تأثیرگذار باشه. من تا اینجا این مبحث رو فعلا تموم میکنم تا به اصطلاح مرحله بعدی. در معماری های اماکن مذهبی فرق نمیکنه، هر مکانی که مذهبی باشه، چه مسلمان چه مسیحیت و مکانهای دیگه، هر کدوم یه معماری خاص داره. ما الان تو همینجا اگه توجه کرده باشید، لطفاً اون قسمت رو نشون بدید، ساختمون رو بالا ببینید. قرینه بودن فضا در معماری اسلامی و معماری به اصطلاح کلیسا یک جوره، یعنی حتما باید ساختمون قرینه باشه. این قرینه بودن رو توی تمام مسائل میبینیم. یعنی ما الان اینجا اگه ساختمون رو از وسط به دو قسمت چپ و راست تقسیمش کنیم، تمام مسائل سمت چپ در راست وجود داره. این معماری های کلیسا همه به همین صورته و معماری های مساجد ما. البته این وسط ما یه تفاوت هایی هم تو بعضی از معماری ها داریم. اون تفاوت ها بیشتر در معماری های توی استانبول و ترکیه هست که قرینگی به هم خورده است. حالا اون به خاطر شرایط مختلف و به اصطلاح اون اتفاقات تاریخی که به وجود اومده، تغییرات معماری که به وجود اومده، این قرینه رو از بین برده و به خاطر همین خیلی عکاسی در بیشتر مساجد ترکیه، مخصوصا مساجد قدیمی و مهمش، خیلی سخت میشه، چون ما اون قرینگی رو نداریم. در نتیجه نمیتونیم به صورت قرینه عکاسی کنیم. در نتیجه باید یا لانگ شات بگیریم یا با زاویه بسته عکاسی کنیم که اون چشم‌نوازی رو بتونیم داشته باشیم، چون قرینه اگه نباشه چشم‌نوازی در عکاس در عکس وجود نداره. همینطور که می‌بینید معماری های کلیسا معماری های زیباییه. حالا شما خیلی زیبا میاد، دلیلش اینه که ما معماری های اسلامی رو زیاد دیدیم و این متفاوته. معماری های اسلامی بیشتر روی نرمی خطوط عمل میکنه، این نرمی آرامش دهنده است. ولی در معماری به اصطلاح کلیساها ما می‌بینیم بیشتر از خطوط صاف و شکسته استفاده کردن. خب این یه متفاوته برای ما و این تفاوت یه مقدار ما رو چشم ما رو متمرکز میکنه به این زیبایی که وجود داره. ولی خب هر دو مکان چون در رابطه با معنویت همیشه زیباست. در ارمنستان علاوه بر این معماری های به اصطلاح مکان های مذهبی، طبیعت زیبایی داره. تو این فضایی که من الان ایستادم، خب
طبیعت طبیعت خوبیه و این بخش خیلی کوچیکی از این زیباییه. ما توی مسیری که داریم میریم و مناظر بسیار زیبایی میبینیم که هر کدوم نمایانگره که خداوند چه نقاش چیره دست و زبره‌ای بوده که این زیبایی رو تونسته برای ما به وجود بیاره، این هنر رو به ما نشون بده و ما از دیدنش لذت ببریم. قسمت پایین اینجا رو اگه ببینید، اینجا یه ارتفاع حدود شاید 70-80 متر تا پایین داشته باشه، مرکز پرورش ماهیه. تا اینجا من راجع به عکاسی از مکانهای مذهبی، آداب و رسوم و ژانر مذهبی صحبت کردم. انشالله در جلسه بعدی که میخوام صحبت کنم و راجع به ژانر بعدی عکاسی صحبت کنم، ژانر طبیعت رو در نظر دارم، چون این فضایی که الان هستم در ارمنستان گاهن طبیعت‌های زیبایی داره و بهترین موقع میدونم که برنامه بعدی من راجع به عکاسی از طبیعت باشه. ممنونم، شما رو به خدا می‌سپارم. کلیسای پربرکتی، از موقعی که اومدی فقط داریم به ما میدیم میخوریم. اینجاست که میگم خیلی مهمون نوازن، خیلی آدم های خونگرمه. وسط بالاخره پوست کرد بدون دخالت دست، چورک بخور.
Se confondent avec celles de l'homme. Il s'agit d'un art primitif dans le rythme des premiers éléments. Donnerie.